الأخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس امروز ما شما، بسم الله الرحمن الرحيم. درس امروز ما شما ایمان با ملائکه هست. چی هست؟ ایمان با ملائکه هست. آفرین، ایمان با ملائکه. ما شما در درس سابقه خواندیم که آمنتو بالله، خواندیم نه؟ چی خواستیم خواندیم؟ آمنتو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الآخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. این حال دومی چی بود؟ اول آمنتو بالله بود، ایمان به الله بود نه؟ دومی چی بود؟ و ملائکته. و ایمان به چی بود؟ این حال ملائکه. ما و شما میخوانیم که ملائکه چی هستن؟ مخلوقات الله هستن. ملائکه مخلوقات الله هستند و مخلوقات غیبی هستند. ملائکه اول مخلوقات هستند، مخلوقات دوم غیبی هستند، یعنی ما اونا رو دیدن نمیتوانیم. مخلوقات غیبی هستند که وظایف مختلف دارند. وظایف مختلف دارند. پس ملائکه چی هستند؟ مخلوقات غیبی هستند که وظایف مختلف دارند. و ما شما با ما چی داریم؟ ایمان داریم. ما با ملائکه چی داریم؟ ایمان داریم. باید ما شما با ملائکه ایمان داشته باشیم. دلیل چی است؟ آیت شریف است که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته. یعنی دلیل شمی آیت شریف است، کل آمن بالله و ملائکته. دلیل چی است؟ دلیلش در آیات قرآن کل آمن بالله و ملائکته. صحیح شد نه؟ اینا کل آمن بالله و ملائکته. تمام متیس، یعنی کل تمامی مسلمان ها ایمان دارن بالله، به الله و ملائکته و به ملائکه الله سبحانه و تعالی. فهمید یعنی؟ خب اینال ایره خب فهمیدیم که ملائکه چی هستن؟ مخلوقات هستن و مخلوقات خاص الله هستن. فهمید یعنی؟ خب دیگه نقطه که میفهمیم تعداد ملائکه. تعداد ملائکه بسیار زیاد هستن. فهمید یعنی؟ تعداد ملائکه چی هستن؟ بسیار زیاد هستن. و ما یعلم جنود ربک الا هو. میگه لشکر الله را نمیشناسن مگر خود الله، اونا را اونا میفهمه. فهمید یعنی؟ خب در نام های ملائکه چند ملائکه است که نامایشانه سیس نه؟ بخی تو استاد شو که من نامای ملائکه رو باید بگم که یاد میگیری یا نمیگیری. نام یک، نام یکی از نام های ملائکه باشین یاد شو کنیم. نام های ملائکه مثلا نام های بگو، نام های ملائکه اولش جبریل علیه السلام. بگویم جبریل علیه السلام. دوم چی است؟ میکائیل علیه السلام. چی؟ میکائیل علیه السلام. دیگه نامش چی است؟ اسرافیل علیه السلام. کی است؟ اسرافیل علیه السلام. آفرین. چهارم ملک الموت. کی است؟ ملک الموت علیه السلام. فهمیدی یعنی؟ میکائیل علیه السلام است، جبرائیل علیه السلام است، اسرافیل علیه السلام است، ملک الموت است. فهمیدیم؟ خب دیگه از جمله ملائکه که ما و شما میشناسیم یک ملائکه است، نامش است رضوان. چی است نامش؟ رضوان است. که ای چی است؟ ای امو در چی می باشه رضوان؟ ای را چرا میگن که او نگهبان جنت است؟ رضوان کی است؟ نگهبان جنت است. فهمیدین نه؟ نگهبان جنت. دیگه ملائکه منکر و نکیر است. کی هست؟ منکر و نکیر. منکر و نکیر. دیگه ملائکه چی هستن؟ کرامن کاتبین هستن. کی هستن؟ آفرین، کرامن کاتبین. اینال جبریل علیه السلام وظیفه چی بود؟ که وحی را بره بر مردم چی را می آورد؟ بر پیغمبرا چی را می آورد؟ وحی را می آورد. فهمیدین یعنی؟ اینال هر ملائکه وظیفه خاص خود دارن. فهمیدین؟ پس اینال نامای ملائکه را کی یاد داره؟ کی میتونه برای ما بگه؟ آفرین. کی میتونه؟ بیا شباز. آفرین. بیش تو. آفرین.
اینجا بیا بگو نامهای ملائکه را. اینجا اینجا نزدیک بیا. نامهای ملائکه آفرین جبرائیل علیه السلام. بیشی تزن بالش بشی اینجا سن بالش بشی بیشی. خواه کی کی؟ جبرائیل علیه السلام. نه بلند بگو کوکلگی بفهمه دیگه. جبرائیل علیه السلام اولش هست، دومش میکائیل علیه السلام هست، آفرین سومش اسرافیل علیه السلام هست، آفرین چهارمش ملک الموت علیه السلام هست. دیگه؟ یک ملائکه دیگه رضوان نام داره. رضوان نام داره. دیگه یک ملائکه منکر و نکیر نام دارن. منکر و نکیر نام دارن. دیگه یک ملائکه دیگه هم هست که کرامن کاتبین. کرامن کاتبین میگن. دو ملائکه هم کرامن کاتبین هستن. دیگه کی میتونه آفرین شباز؟ کی میتونه بر ما بگه؟ بیا قریشم. تو یاد نگرفتی؟ سنتی سعی کن که یاد بگیر از رویش. بشی همینجا سر بالاش بشی که قد بلند باشه. برو. بسم الله الرحمن الرحیم. ملائکه اول که است جبرائیل علیه السلام است، دوم میکائیل علیه السلام است، آفرین سوم اسرافیل علیه السلام است، و یک ملائکه دیگه است که نگهبان جنت است، رضوان نام دارد، آفرین. و دیگهش ملک الموت است. ملک الموت است. دیگهش منکر و نکیر است. منکر و نکیر است. منکر و نکیر است. دیگهش کرامن کاتبین است. کرامن کاتبین. آفرین. دیگه کی میتونه برام بگه؟ بیار شباز. ملائکه نمونه دی شپاک دانی. اوله. نمونه چه دی؟ اول میکائیل علیه السلام. دوم اسرافیل علیه السلام. دوم سلورم جبرائیل علیه السلام. سلورم ملک الموت. او بنزم رضوان. او شپاگم. منکر و نکیر. منکر و نکیر. او هم کرامن کاتبین. آفرین جزاک الله خیر. خب دیگه کی میتونه برای ما نامهای ملائکه رو بگه؟ بیا شبوس. بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان به ملائکه. اول جبرائیل علیه السلام، دوم اسرافیل علیه السلام، سوم میکائیل علیه السلام، آفرین چهارم ملک الموت. ملک الموت علیه السلام. ملک الموت. پنجم رضوان. ششم منکر. هفتم نکیر. هشتم کرامن. کرامن کاتبی. جزاک الله خیر. خواه شباز. حالا که ما و شما از ملائکه را نامش یاد گرفتیم نه؟ این حال مهم در وظیفه ملائکه. در وظیفه چی هسته؟ وظیفه ملائکه. یکی از وظایف ملائکه که هست رساندن وحی است. چی هسته؟ رساندن وحی. این کار کی میکرد؟ جبریل علیه السلام. یکی از وظایف ملائکه چی هسته؟ رساندن وحی است که او را کی میکرد؟ جبرائیل علیه السلام. بر رسول الله صلی الله علیه و سلام وحی که می بود باز جبرائیل علیه السلام می آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلام و برش وحی می رساند. علمه شدید القوا. در قرآن میگه علمه شدید القوا. شدید القوا کی بود؟ جبرائیل علیه السلام. فهمیدین یعنی؟ دیگه از جمله وظایف ملائکه دماندن در سور است. فهمیدین یعنی؟ سور. این کار را که میکنه؟ اسرافیل علیه السلام میکنه. کی میکنه؟ سور چی را میگن؟ سور عموت یک چیزی است مثل چی واره این تو دانش است مثل لاسپیکر واره یا چیز است دیگه دو چی میکنه؟ پف میکنه که وقتی که این سور دمیده شد در نزدیک قیامت با اونجا چی میشه؟ قیامت میشه. فهمیدین یعنی؟ این کار را که میکنه؟ کی میکنه؟ اسرافیل علیه السلام میکنه. و سور چی هست؟ سور امو یک چیزی هست دیگه او را مثل چی وارسه؟ همین شاخ گو واره. شاخ گو دیده؟ هم ساختمانش میگن مشابه شاخ گو واره است لیکن او دیگه والله و علم مربوط غیب است دیگه او را چی میکنه؟ با اسرائیل علیه السلام وقتی که پف میکنه دیگه چی میشه؟ یک تکه چی میشه؟ روز قیامت میشه. فهمیدین یعنی؟ دیگه از وظایف ملائکه نگهبانی دوزخ است. نگهبانان دوزخ هستن. کی هستن؟ نگهبانان دوزخ هستن. یعنی که بعضی از ملائکه هستن که در دوزخ چی میکنن؟ وظیفهشان یا را خازن دوزخ میگن. خازن یا نگهبان که وظیفهشان چی است؟ که اینمی دوزخ و دوزخی ها را در روز قیامت چی میکنن؟ جزا میتن در دوزخ. فهمیدین یعنی؟ یا نگهبان دوزخ دیگه چی میگن اونا را؟
خازنین دوزخ میگن. چی میگن؟ الله ما شما را نگاه کنه، باز وارد آیت قرآن میگه که و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. اینا لی وظیفه از اینا چی هست که در بین دوزخ دوزخی ها را چی میتن؟ بسیار غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اینا لی ملائکه بسیار غلیظ هستن، بسیار تند هستن و شدید هستن و اینا چی میکنن؟ اونمو دوزخی ها را در بین دوزخ همو قسمی که الله برشان امر کرده اونمو قسم جزا میدن. فهمیدین یعنی؟ یک تعداد ملائکه وظیفهشان چی هست؟ در دوزخ جزا دادن بر کی هست؟ برای دوزخی هست. دیگه از جمله وظیفه ملائکه چی هست که تسبیح و تقدیس هست؟ مثل که در قرآن شریف میگفتن که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. دیگه از وظیفه ملائکه چی بود؟ یکی تسبیح بود و تقدیس. تسبیح و تقدیس چی مانا؟ یعنی در قرآن چی میگفت که ملائکه گفتن که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. فهمیدین یعنی؟ یکی از وظایف ملائکه چی هست که اونا تسبیح و تقدیس میکنن. دیگر از وظایف ملائکه چی است که اینا عبادت الله را میکنن. چی میکنن؟ عبادت الله را میکنن، نماز، رکوع، سجده، تمام عبادت ها را ملائکه میکنن. یکی از وظایفشان چی است؟ عبادت است. فهمیدی یعنی؟ دیگر از وظایف ملائکه درود فرستادن است بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی میکنن؟ درود بالای کی میفرستن؟ بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. پس ملائکه بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میفرستن؟ درود میفرستن. یکی از وظایفشان چی است؟ درود فرستادن است از ملائکه. فهمیدین یعنی؟ خب دیگه از وظایف ملائکه که است حمل نمودن عرش است. چی میکنن؟ حمل نمودن عرش است. یعنی عرش الهی را اینا چی میکنن؟ حمل میکنن. فهمیدین یعنی؟ خب دیگه از وظایف ملائکه که است یکی از وظایف ملائکه دیگه اینی و چی است؟ دیگه ملائکه هستن که اعمال ما رو چی میکنن؟ نوشته میکنن. چی میکنن؟ اینا چی هستن؟ نوشتن اعمال ما هست. اعمال ما رو چی میکنن؟ نوشته میکنن. اینا باید متوجه باشیم که اعمال ماست. یعنی ملائکه چی میکنن که همین اعمال ما و شما رو چی میکنن؟ نوشته میکنن. یکی از وظایف ملائکه چی است؟ نوشته کردن. دیگه یکی از وظایف ملائکه چی است؟ قبض روح است. کوره کی میکنه؟ ملک الموت. قبض روح است، کوره کی میکنه؟ ملک الموت. پس اینا ملائکه اینی وظایف داره که چی میکنن؟ قبض روح انسان ها رو، مثلا وقتی مرگ ما و شما، روح ما و شما رو چی میکنن؟ قبض میکنن. دیگه ملائکه وظیفه های بسیار زیاد داره. من یک چند تاشه بر شما چی گفتم؟ من حیث مثال برتان چی کردم؟ بیان کردم. فهمیدین یعنی؟ پس اینا رو شما بگوین. اول وظیفه نشه کنین. اول وظیفه ملائکه چی هست؟ رساندن وحی. بگوین رساندن. اول چی هست؟ رساندن وحی هست. دومش دماندن در سور. دوم چی هست؟ دماندن در سور. شما چی گفتیم؟ دوم وظیفه چی هستن؟ دماندن در سور. بلند بگوین. دماندن یا پف کردن. اینه میره پف کردن میگیم در چی؟ باشه اینه پف بگو نشته کنم. پف نشته کنم باز بر شما آسان میشه. اینه پف کردن آسان شد. پف کردن در چی؟ در سور. دوم وظیفه چی هستن؟ پف کردن؟ آفرین. سومی وظیفه چی هستن؟ نگهبانی دوزن. سوم وظیفه ملائکه چی هستن؟ نگهبانی دوزخ هست. چهارمی وظیفه شان چی هست؟ تسبیح و تقدیس. تسبیح و تسبیح و تقدیس. بگوین آیت قرآن چطور است؟ نحن نسبح بحمدک. نحن نسبح بحمدک. و نقدس لک. اینه یکی از وظایف ملائکه چی هست؟ تسبیح و تقدیس هست. پنجمی وظیفه ملائکه چی است؟ عبادت است. چی است؟ عبادت است. چی است؟ عبادت است. ششمی وظیفه ملائکه چی است؟ درود فرستادن است بالای کی؟ محمد
بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب افتومی وظیفه ملکه چی است؟ حمل کردن عرش است. اشتومی چی است؟ نوشتن اعمال ما و شماست. اشتومی وظیفه چی است؟ نوشتن اعمال ما و شماست. و نومی وظیفه چی است؟ قبض قبض روح است. این حال ای کلش وظیفه است. مثلا وظیفه اول که است ما براتون تشریح کنم، وظیفه اول ملکه رساندن وحی است. یعنی وقتی که الله سبحانه وتعالی وحی را بالای پیغمبر را نازل میکرد، کی بالای پیغمبر را مثلا نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه وسلم، بالای کل از اینا وقتی که وحی می آمد او را کی می آورد برشان؟ جبریل امین علیه السلام. پس یکی از وظایف ملائکه چی هست؟ رساندن وحی است. ما میدونی یعنی دوم که هست پف کردن در سور از گیره کی میکنه؟ اسرافیل علیه السلام میکنه. اسرافیل علیه السلام وقتی که در روز قیامت عمو چی در پف میکنه دیگه قیامت میشه. فهمیدین یعنی؟ سومی وظیفه ملائکه چی هست؟ نگهبانی دوزخ هست. یعنی یا در دوزخ وظیفه دارن که انسانهای دوزخی را به امر الله جزا میتن. علیها ملائکتون غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى بر مسلمانان چی میگه؟ میگه یا ایها الذين امنوا، ای کسانی که شما مؤمن هستین، ایمان دارین، قو انفسکم، شما وقایه بکنین، نگاه بکنین نفسهای خودتان را و اهلیکم و اعضای خانوادیتان را از چی نگهداری بکنین؟ از و انفسکم و اهلیکم نارن، از آتش دوزخ. آتش دوزخ که وقودها الناس والحجاره هست. وقود چی هست؟ ایزمش انسانها و سنگ هست. علیها ملائکت غلاظ شداد لا یعصون ما امرهم الله. یعنی میگه ملائکه بسیار سنگ دل هستن و تند هستن و مخالفت الله را نمی کنن در چیزی که امر شدن. هرچی که الله امرشان کرده امور می کنن. دیگه شما میگه خدا و فامیلتان از آتش دوزخ چی کنین؟ نگاه کنین. چه وقت ما از آتش دوزخ نجات پیدا میکنین؟ اولین نجات که از در عقیده توحید است. سنال ما و شما درس عقیده را میخونیم تا که عقیده و ایمان ما حفظ باشه و ایره به فامیل خودم برسانیم، به خواهر و برادر و مادر و پدر خود، تا ای که در روز قیامت در جمله کسایی باشیم که از دوزخ چی میشن؟ نجات پیدا میکنن. فهمیدین یعنی؟ دیگه از وظایف ملائکه که است، ملائکه اینا تسبیح و تقدیس میگن. یعنی همیشه الله سبحانه وتعالی را با پاکی یاد میکنن. سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، سبحانک اللهم و بحمدک. اینمی تمام الله را با تسبیحات برای الله میگن و با تقدیس و با الله سبحانه وتعالی را پاک بیان میکنن که سبحانک اللهم و بحمدک، پروردگار پاکیست براتون. دیگه از جمله صفات ملائکه چی است؟ وظایف ملائکه پنجمیش عبادت است. که ملائکه چی میکنن؟ همیشه در عبادت الله مشغول هستن، چون بنده های معصوم هستن و پاک هستن و 24 سال تمام ملائکه چی هستن؟ مصروف عبادت میباشن. دیگه ملائکه بالای رسول الله هستن چی میگن؟ درود میگن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. شما چه قسم درود میفرستین؟ میگین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. آفرین. دیگه از جمله وظایف ملائکه چی هست؟ حمل نمودن عرش است. یعنی ملائکه های هستن که عرش الله را چی میکنن؟ حمل میکنن. چی میکنن؟ عرش الله را حمل میکنن. فهمیدین یعنی؟ دیگه در آیات قرآن چی میگه درباره چی؟ میگه الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. یکی از وظایفشان چی است؟ استغفار برای مؤمنان. برای مؤمنان یکی از وظایف ملائکه چی است؟ برای مؤمنان چی میکنن؟ طلب مغفرت میکنن. یعنی هر کسی که ایمان داشته باشه و اعمال صالحه بکنن دیگه اینجا است ملائکه برای اونها چی میکنن؟ استغفار میکنن. استغفار. خب دیگه از جمله وظایف ملائکه چی بود؟ نوشتن اعمال است. اینال ما و شما هر عملی که میکنیم، چی عمل نیک است و چی عمل خراب،
یعنی هر عملی که ما و شما میکنیم او رو ملائکه چی میکنن؟ نوشته میکنن. اعمال ما رو چی میکنن ملائکه؟ نوشته میکنن. یعنی به دست راست ما و شما یک ملائکه است، به دست چپ ما ملائکه دیگه هست و هر کسی که یک عمل خوب میکنه البته چی میشه؟ اعمال نیکش نوشته میکنه و هر کسی که عمل زشت میکنه او رو نوشته میکنه. باز در روز قیامت به اساس اینمی اعمال نامه ما داده میشه که کی اعمال نیک کرده و کی اعمال زشت کرده. دیگه از جمله وظایف ملائکه چی هستن؟ قبض روح هست. او را کی میکنه؟ ملک الموت علیه السلام میکنه. فهمید یعنی؟ بعضی ها اسرائیل میگن و اسرائیل غلط است به خاطر که نامش اسرائیل در قرآن و سنت نامده. در قرآن او را چی گفته؟ ملک الموت گفته. چی گفته؟ ملک الموت گفته که روح مسلمان، روح انسان ها را چی مسلمان باشه و چی کافر باشه روحش قبض میکنه ملک الموت. منتها روح کسایی که چی میباشه؟ روح کسایی که دیندار میباشه ای را به بسیار آسانی قبض میکنه و روح کسانی را که یا بیدین و بدبخت هستن او را با بس بسیار سختی چی میکنن؟ قبض میکنن. و دیگه از وظایف ملائکه چی هستن؟ دهمیش استغفار کردن از برای کی؟ برای مؤمنا. یعنی یک انسانی که مؤمن واقعی باشه و در حالت گناه نباشه، در حالت عبادت باشه، دیگه همیشه ملائکه برای اون چی میکنن؟ طلب مغفرت میکنن که پروردگار ای را ببخش. خب اینال اینمی ده دانه را شما چی کنین؟ نه اول دو نفر برای که دیگه تان تیر کنین که کی خوب یاد گرفته باز اینجا بیاین سیز نه؟ اینال دو نفر بیشین پیش خود تیر کنین. تو بگو برای از اینکی من گوش کنم از این کتاب چیت بگو بر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول رساندن در وحی است، دوم پف کردن در سور است، سوم نگهبانی دوزخ است، نگهبانی دوزخ آفرین، چهارم تسبیح و تقدیس است، پنجم عبادت است، ششم درود فرستادن بر محمد صلی الله علیه و سلم است، هفتم حمل نمودن عرش است، هشتم نوشتن اعمال است، نهم قبض روح است و دهم استغفار برای انسان است. آفرین افس کنیم خوب آفرین. خب کی یاد گرفتک؟ آفرین. کی برای ما اینجا بلند گفته میتونه؟ بلند تو بخش نه. کی برای ما گفته میتونم تو خوب بلند که برای ما تشریح کنم؟ بلند بیاش شما صافلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان به ملائکه. اول رساندن وحی است، دوم پف کردن سور است، سوم نگهبان دوزخ است، چهارمش تسبیح و تقدیس است، پنجم عبادت است، ششم درود بر محمد صلی الله علیه و سلم است، هفتمش حمل کردن عرش است، هشتم نشتن اعمال ماست، نوم قبض روح است، دوام استغفار برای مؤمنون. آفرین جزاک الله. گوش کنید براتون تشریح. بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان به ملائکه. اول که از رساندن وحی است، دوم پف کردن در سور است، سوم نگهبان دوزخ است، چهارم تسبیح و تصدیق است، پنجم عبادت است، ششم درست فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است، هفتم حمل نمودن عرش است، هشتم نوشتن اعمال است، نهم قبض روح است، دهم استغفار برای جزاک الله خیر. نال کم کم عقلم بر ما تشریح کن. رساندن وحی حضرت جبرائیل علیه السلام میکند، پف کردن در سور حضرت میکائیل علیه السلام، قبض روح ملک الموت. خب دیگه گفتیم مثلا اول وظیفه بس ملائکه رساندن وحی است، دومش چی بود؟ دومش پف کردن سور است. چی معنی پف کردن سور؟ یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام وقتی که پف میکند روز قیامت چی میشود؟ چی میشه؟ برپا می شد. آفرین. دیگه سومیش چی بود؟ قبض روح هست. کی قبض روح میکنه؟ ملک الموت علیه السلام. چی مانا؟ یعنی ملک الموت چی وظیفه دارن؟ قبض روح میکنن. نگهبان های دوزخ کی هستن؟ ملائکه هستن نه؟ بله. دیگه شاباز بود. دیگه کی یاد گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان بملائكة. أول كياس رصدني وحي أسكي حضرت جبرائيل عليه السلام بپیغمبر صلى الله عليه وسلم ميرسونا بكل پیغمبر. دوم پوف کدن پوف نمودن سور أسكي أسرف إسرائيل عليه السلام كميشه قیامت كي نزدیک كميشه بودي سور پوف مكنن. وسيم نگهبانان دوزخ است و نارم ملائكة است. و چهارم تسبیح و تقدیس است. و پنجم عبادت. یک تعداد ملائکا عبادت الله را 24 ساعت میکنند. و ششم درود رسانیدن است که ملائکا با رسول الله صلی الله علیه و سلم درود میرسانند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. و هفتم که از حمل نمودن عرش است. و هشتم نوشتن اعمال است که یک ملائکه به طرف دست راست ماست، یک ملائکه به طرف دست چپ ماست که یکش کارهای بد را نوشته میکند، یکش کارهای خوب را. و نوم که قبض روح است، ملک الموت از مسلمانان را از دیندار و دندوست به آسانی، به خوب آسانی میکشه و از کافر و بدبخت و چیزی را به سختی میکشه. و دوم استغفار برای مؤمنان است. جزاك الله خیر. آخرین دیگه کی یاد گرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول ملائکه است که رساندن وحی است. دومش است پوف کردن سور. و سومش است دوزخ، نگهبان دوزخ. و چهارمش از تسبیح. و پنجمش از عبادات. و ششمش از درود. و هفتمش از عمل نمودن عرش. و هشتمش از اعمال نیک. نوشته کردن چی؟ اعمال ما هست. یعنی اعمال نیک و بعد ما را ملائکه چی میکنن؟ نوشته میکنن. و دیگه چی هست؟ قبض روح میکنن. و یکی دیگه شما هست که برای مردم های دیندار چی میکنن؟ استغفار میکنن. جزاک الله خیر. فهمیدین یارانی؟ فهمیدین یاره؟ نامای ملائکه رو یاد گرفتین؟ وظایف شما؟ ها؟ یاد گرفتین وظایف شما؟ خب اینا لازم که خیر است چیزا رو که یادداشت گرفتین، باز اگر کدام تایشه که مثلا حال یاد نگرفتین باز دوره در خانه حفظ کنین. خب اینا نوبت میرسه برای چی؟ یک قصه بگوییم. یک چی بگوییم؟ یک قصه میگوییم. قصه امروز ما و شما درباره چی هست؟ درباره باید قصه ما درباره ملائکه باشه. درباره چی هست قصه ما؟ درباره ملائکه. اینا ملائکه چی میکنن که وقتی که مثلا خبر میرسه بر ملائکه که اینال روح چی قبض میشه، روح یک شخص چی کو قبض کو. اینال وقتی که بر ملائکه خبر میرسه که روح یک کس را قبض کو، باز ملائکه چی میکنن؟ این ملائکه میاین در کجا میاین؟ این ملائکه میاین در پیش اینمی ملائکه میان در پیش اونم سر از او دورتر قرارم اونجا چی میکنن؟ میشینن. در اینجا که شیشتن امی ملائکه عذاب است و ملائکه رحمت است. اینال وقتی که ملائکه آمدن پیش امو نفر شیشتن، اگر یه آدم دیندار باشه و مسلمان باشه و عقیده خوب داشته باشه، در دست تو چی حسابه چه که واره چی دلست کده؟ ها؟ ها؟ واریکه خلاه موتا که دلتا بودتا بام خلاه فکرتانه بگیرین. خب ایناله باز از پیشتان قصه را پرسان میکنم. خب باز چی میکنم از پیشتان؟ پرسان میکنم. آنه کس که باز فکر خدا نگرفته بود باز از پیش پرسان میکنم. خب ایناله میگه وقتی که چی میشه ملائکه میاین و اونجا اگر انسان مسلمان باشه و دیندار باشه و نماز خوانده باشه و عبادت الله را کرده باشه، باز ملائکه میان. پیش از این ملائکه چی میباشه؟ کفن های بسیار لوکس
آمد با بسیار خوشبویی و همه چیز، یا میان که روح زیره بردارن ببرن. فهمیدی یعنی؟ اینا روح زیره. اگر انسان خوب بود بازم اون ملائکه رحمت میه نزدیک از او، و ملک الموت وقتی که میه، چون انسان بسیار آدم خوب است و دیندار است، باز برش میگن که ای روح پاک تو چیکو، تو از امی بدن از این خارج شو به بسیار خوبی. بازی روح هزی به بسیار آرامی خارج میشه از بدنش. باز امی روح هزی رو ملائکه میگیرن دوانمو کفن بسیار لوکس بسیار با عطر بازی رو بالا میبرن به طرف آسمان ها با بسیار عزت. و اگر انسان بدبخت باشن با اونجا ملائکه های عذاب شیشتن در دستایشان همو مثل انبور و مثل چیزا و رمتر هست ایردن بدنش میپرتن و همین روح زیره با بسیار سختی از بدنش میکشن. باز وقت کیره ببرن روح زیره دیگر روح زیره تا دروازه های آسمان برش باز نمیشه، بازی رو در جای بسیار بد میبرن. این حال انسان مسلمان روحش به بسیار وادی مرگش، روحش به بسیار آرامی از بدنش خارج میشه، و انسانهای بیدین روحش به بسیار سختی از بدنش چی میشه؟ خارج میشه. دیگه از این خاطر ما و شما کوشش کنیم که اعمال صالحه بکنیم که در روز قیامت هم روح ما و شما چی شوه؟ به شکل خوبش از بدن ما خارج شوه. درس امروز ما همینجا ختم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.